تصویری که تهران مشابهش را کمتر به خاطر دارد. ساعت حدود 5 عصر بود که آسمان تیره و تار شد. وزش بادی که سازمان هواشناسی سرعت آن را در بعضی از مناطق تا 110 کیلومتر بر ساعت پیش بینی کرده، قیامتی به پا کرد که چند قربانی گرفت. از خیابان شریعتی و نارمک در شرق گرفته تا خیابان هاشمی و جنت آباد در غرب. سقوط درخت، پرت شدن از بالای ساختمان و سقوط آوار علت مرگ قربانیان اعلام شده. وحشت مردم را گاه از صدای فریادشان میشد فهمید و گاه از سکوت و نگاه‌های متحیر. طوفان در خیابان‌ها تصادف‌های متعدد و ترافیک شدید به پا کرد و در 50,000 خانه هم با قطع برق و بعضی جاها با اختلال در شبکه تلفن همراه بود. سازمان هواشناسی ایران پیشتر وزش باد شدید را پیش بینی کرده بود، اما احتمالاً کسی این شدت را تصور نمی کرد. حالا این سازمان اعلام کرده که این طوفان با عبور از تهران دامنه کوه البرز را گرفته و به سوی استانهای سمنان، خراسان رضوی و خراسان شمالی پیش می رود. تا سایه این طوفان کامل از سر منطقه بگذرد، توصیه کارشناسان هواشناسی این است که توصیه های ایمنی را جدی بگیرید. پناه فرهاد بهمن، BBC.